سخنگوی دفتر طالبان در قطر در یادداشت در صفحه تیوی ترش نگاشته است که شب گذشته تا ساعت 2:30 گفتگوهایشان را با نمایندگان آمریکایی ادامه داشت. بعد صبح روز دوشنبه این گروه در میان خودشان نشسته داشتند و پس از چاشت بار دیگر گفتگوهایشان را با نمایندگان آمریکا در قطر ادامه می دهند. هر هغه سیمه کې چې بهرنیان وزي هغه سیمه کې به د تاوتریخوالي د کمیدو تر څنګ ورو په امن سیمه باندې بدلیږي او هلته به اوربند ترسره کیږي چې له دې لارې نه به په 14 میاشتو کې یو دایمي اوربند په افغانستان کې رامنځته کیږي. در همین حال زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در صفحه تیوی ترش یک گزارش خبرگزاری روی ترز را که از زبان برخ از فرماندهان طالبان گزارش داده است که امریکا پس از توافق صلح با طالبان پشتیبانیش را از نیروهای امنیتی افغانستان متوقف می سازد رد می کند و می گوید که هیچ کسی نباید با تبلیغات ترسانده و فریب داده شود. باقی عزیز که طرف مقابل هم قناعت کند درخواست مردم در افغانستان. لینسی گراهام یکی از سناتوران پر آوازه امریکایی از دونالد ترامپ می خواهد که شمار نیروهای امریکایی را از مرز 8600 تن در افغانستان کاهش ندهد. آقای رئیس جمهور، حتی اگر شما پس از رسیدن به یک توافق با طالبان یک نیروی ضد هراس افغانی از خود بر جان نگذارید، شما ممکن است شک نداشته باشید، اما من شک دارم اینکه آنان یعنی طالبان ظرفیت یا اراده محافظت از امنیت امریکا را داشته باشند. با این همه خبرنگاران که برای پوشش خبری گفتگوهای نمایندگان امریکا و طالبان به قطر رفتند از پیشرفت‌ها در این گفتگوها سخن می‌گویند. د خبرو او د دوی جدیت خلدی ښکاری چې در نیمو شپو پورې خبری اتری کوي. د امریکا لوری پر دې هم ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ به تب دوام ورکوي. منابع آگاه از گفتگوهای سال در قطر میگویند که دو طرف در روزهای پسین درباره چگونگی ترکیب هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان نیز بحث میکنند.